با سلام در درس این جلسه در مورد فاعل جمله در زبان فرانسوی صحبت می کنیم در یک جمله نرمال گفتیم که ما معمولا فایل جمله رو داریم بعد فعل جمله و بعد ادامه جمله برای مثال منفخر ام لغانش منفخر ام لغانش برادر من پرتغال دوست داره. تو la, toi la تو ماشین داری چه کسی ماشین داره؟ تو چه کسی پرتغال دوست دارد؟ برادر من نومانژون و شکلات نومانژون لو شکلات نو شوکولا. ما شکلات میخوریم خب چه کسی شکلات میخوره ما؟ ما فاعل جمله است پس فاعل جمله کسیه یا چیزیه که اون فعل رو انجام میده یا این فعل در مورد اون اتفاق میفته در اینجا لازم من نکته رو در مورد تلفظ کلمات در زبان فرانسه خدمت نرز کنم که واقعا تلفظ کلمات راحت و آسون نیست نیاز به تمرین زیاد نیاز به شنیدن زیاد داره و همواره باید در حال یاد گرفتن تلفظ باشیم برای مثال اینجا در کلمه ما نو اس در آخر خونده نمیشه یا در کلمه توداری تو آ اس خونده نمیشه و به این ترتیب در این مورد سعی خواهیم کرد در آینده یک ویدیو درست کنیم فعلا این رو داشته باشین که کلمات رو همون جوری که میشنوید یاد بگیرید و به خاطر بسپارید پس گفتیم در یک جمله فائل میتونه اسم یا یک گروه اسمی باشه میتونه یک زمیر باشه میتونه یک فعل به صورت مستر باشه و حتی میتونه یک گروه فعلی باشه در آینده در مورد تمام اینها صحبت خواهیم کرد چیزی که برای ما در این سطح مهم هست اینه که ما بدونیم که یک اسم یا یک زمیر میتونه فائل باشه زمیر کلمه هست که به جای اسم قرار می گیره. مثل زبان فارسی در زبان فرانسوی هم انواع مختلف زمایر رو داریم. برای مثال یک زمیر می یک زمیر شخصی باشه. خونو پخسونل مثل جو، تو، نو، من، تو، ما خب گفتیم زمیر میتونه در ضمن یک زمیر موصولی یا پرسشی باشه پرونوم غلتیو یا پرونوم انتروگتیو مثل کی کوا لوکل همچنین یک زمیر میتونه یک زمیر اشارهای باشه پرونوم دمونسترتیو مثل سلوی سلسی سو همچنین زمیر میتونه یک زمیر ملکی باشه خونم پوسسیف مثل لمین لوتیا همچنین زمیر میتونه یک زمیر نامعین باشه مثل پلوزیغ شکان در اینجا سعی میکنیم با چند تا مثال رابطه بین فائل و فعل جمله و تأثیری که فائل روی فعل جمله میذاره رو برای شما ارائه بدیم سارا مانج یعنی سارا پرتقال رو میخوره مانج تو, تو لپخ یعنی آیا تو گوشت خوب میخوری؟ گاهی اوقات توی محاوره جای فعل و در جمله سوالی عوض نمیشه فقط با عوض کردن لحن جمله سوالی میشه یعنی میشه همین جمله قبلی رو به این صورت مطرح کرد تو مونج لپخ؟ تو مونج خب همون سال هست اگه دقت کنیم اینجا میبینیم که فعلمون در دوم شخص یک حرف اس اضافه داره نو مونجون لو شکولا یعنی ما شکلات میخوریم اگه نگاه کنیم خب در هر سه جمله فعل خوردن هست ولی فعل بسته به فاعل تغییر کرده و اجزایی به اون اضافه شده. استراحه میگیم فعل صرف شده. سعی خواهیم کرد در ویدیو بعد در مورد زمایر شخصی بیشتر توضیح بدیم و همچنین چند فعل ساده رو به همراه زمایر شخصی مربوطه صرف کنیم. اگه این ویدیو رو پسندید لطفاً اون رو لایک و با دوستانتون به اشتراک بذارید. پس تا ویدیو بعد